خب شاگردای عزیز، درس آخر است. امروز آخرین درس های از مربوط الجبر. خیلی خوش هستم که بالاخره تانستم برنامه را من شخصا به پایان برسانم. اعداد موهومی را میخوانیم همراه با اعداد مختلط و بعضی از اصطلاحات که مربوطشان میشه، و بعد از او باز دیگه از این بخش الجبر مکمل خداحافظی میکنیم. به هر صورتش، اعداد موهومی چی را میگن دوستای عزیز؟ اعداد موهومی، موهوم چیزی نامعلومه، میگه چیزی که آشکار نیست، نامعلوم. خب نامعلومه که یعنی خیالی است، یعنی حقیقت نداره، خیالی، یا میشه بگویم حقیقت ندارد. که اینم یک حالت، به انگلیسی چی میگن؟ imaginary، یعنی از حقیقت دور باشه. خب این عدد ها چه رقم عدد هاست؟ سابقه اگر بیاد داشته باشی، ما منفی یک میگفتیم، بیا منفی یک هم نمیگیم که تر نشتش میکنیم، میگیم که ما در گذشته میگفتیم یک جذر با درجه جفت و یک عدد پایانش که اگر منفی باشه، اینه ما میگفتیم چی نداره؟ امکان ندارد، یعنی در فضای حقیقی تو یک چیز وجود نداره. و دلیلش هم برتان گفتم، خیر از باز هم میگیم جذر چهار، اخو کل ما میفهمیم که یا در جایش مثبت دو کل مربع میمانی، یا در جایش چی میمانی؟ منفی دو کل مربع میمانی، که مربع همراه جذر خلاص میشه، مثبت دو جوابش مربع همراه با جذر اینجا هم خلاص میشه، جوابش چی میشه؟ منفی دو. کی رقم جذر رو در نهایت مثبت منفی دو جوابش هم میگفتیم. اگر اینمی باز منفی پیدا بکنه، اگر اینمی منفی پیدا بکنه، با زیر چی میگیم؟ میگیم حل نداره. حالا به جای از اینمی منفی چهار، ما کدام دو دانه عدد در حال مربع بانم که پس منفی چهار شه؟ اگر تو بگیری دو دانه منفی دو را بانی، منفی دو مربع نشته کنی، مثبت دو مربع نشته کنی، بازم خیر از درسای جذر را تکرار کنیم، درسای قبلی را که به یادتان بیا. سیس خا این قسمت، اگر من منفی دو کل مربع بانم و ایجا مثبت دو کل مربع بانم، منفی دو کل مربع تا اگر تو ساده کنی خب مثبت چهار شد، ده اینجا ای دیگه تا مثبت چهار میشه. اما تو یک عدد پیدا نکرده نتانستی که در زیر نمای مربع بانی و چی باشه؟ پس منفی چهار بده، یک عدد پیدا نشد. خیلی پس از او خاطری رو میگفتن که امکان ندارد. حال اینمی اعداد موهومی اعداد هستن که در حقیقت طبیعی وجود ندارن، اما چی کردن؟ اینمی منفی چهاره، سابق خما میگفتیم موجود نیست. اینمی دانشمندا یا ریاضیدان ها چی کردن؟ اتنشته کردن قوانین جذر را دیگه یاد گرفتن، مثل که ما حال یاد گرفتیم اتنشته کردن. سیست پس ما یار ضرب کنم، هیچ مشکل نیست، مثبت ضرب منفی منفی، یک ضرب چهار ما پس چهار میشه که قسمت هم میده. ایره چی کردن؟ اینی را ده حال خودش ماندن، یعنی من جذر چهار کل اگه میفهمد جوابش چی است؟ دو است. سیست دوره آوردن، ایره چی کردن؟ دو زر در جذر چی نشتش کردن؟ منفی یک. حال مرحله بعدی این مردم ها چی کردن؟ گفتن که اینمی دو خودش باشه، بیا اینمی جذر منفی یک، جذر اینمی منفی یک ما به نام چی یاد میکنیم؟ آی. که آی از چی گرفته شده؟ از ایمجینری گرفته شده. سیست یعنی خیالاتی سینمی نقطش. سیست این کار که کردن، باز آمدن ایره چی نشته کردن؟ دو آی. که در نهایت اینمی دو آی، اینمی عدد که در اینمی جا به وجود آمد، اینمی را به نام چی یاد کردن؟ عدد موهومی. سیست عدد موهومی، عددی که یعنی در حقیقت موجود نیست. آیا جذر منفی یک موجود است؟ در حقیقت نه، موجود نیست. از او خاطر ایره چی گفتن؟ عدد موهومی گفتن. خب حالا میریم دوستای عزیز، یک تعریف ریاضی کیشه در گذشته خوانده بودیم در ست اعداد. حالا باز خیر یک تکرار کوتاه میکنیم. خب ست اعداد موهومی به حرف آی نشان میتن، ست از اعداد است اکس آی. سیز تاور که اکس شامل اعداد چی باشه؟ حقیقی باشه و آی هم چی باشه؟ مساوی به جذر منفی یک باشه. امی گپ چی مانا؟ اگر ما بر تو مثلا نشته کنم دو آی، اینمی یک عدد موهومی است یا نه؟ ببین اینی قسمتش نه که مربوط از اینی میشه، یعنی اکس است. آیا دو شامل اعداد حقیقی نیست؟ شامل اعداد حقیقی؟ بله است.
صحیح؟ بله است. این قسمت آیش متوجه شو، آیام یک دونه آی نداره، اونمو آیام مساوی به چی است؟ آیام مساوی به جذر منفی یک است. این شرط هم قبول کرد. خب پس اینمی دو آی بدبخت اینمی جا چی است؟ عدد موهومی است. دو آی عدد موهومی است. وقتی هم شرایط عدد موهومی را قبول میکنه، مثلا اگر داشته باشم منفی 3/2 آی، آیا یک عدد موهومی است یا نه؟ میبینم منفی 3/2 شامل اعداد چی است؟ شامل اعداد حقیقی است. و آیام دوستای عزیز کلگی میفهمند که چی است؟ یک عدد موهومی است، یا آیام مساوی به چی است؟ منفی 1 است. خب حالا که دوست عزیز این موضوعات فهمیدی، فقط دینمی درس یک نکته را از تو میخواهیم یاد بگیری. اینمی آی به وجدانه که دیدی همیشه بگو که منفی 1 است، جوابش جذر منفی 1. همیشه آی دیدی چی است؟ جذر منفی 1 است. خب حالا میریم که یکان سوال کار کار میکنیم که ما شما را یک ذره تقویه میکنه در حساب اعداد موهومی. خب سوال اول برای ما شما داده شده، گفته آی به توان 3. خب چی میکنی؟ آیا ما گفته بودیم امی آیا همیشه دیدی چی بگو؟ جذر منفی 1 بگو. خی منفی 1 از در حقیقت کل به توان 3. حالا من مرحله بعدی چی میکنم؟ نشته میکنم که اینمی منفی 1 نشته میکنم منفی 1 ضرب در جذر منفی 1. 3 دانه بود، دو تایش اینجا نشته میکنم. حالا مرحله بعدی کاری که میکنم، مربع همراه با جذر چی میشه؟ خلاص میشه، میمونه منفی 1 ضرب. خب اینی قسمت دیگه ازی بهش ساده کرده نمیتونی، پس ایره در جایش چی نشته که آی نشته میکنم آی منفی 1 ضرب در آی، پس میشه منفی آی که جواب آخری است. این ایره ما چی کردیم؟ ساده سازیم. از ما خواسته بود افاده های موهومی زل را ساده بسازید، ما چی ساختیم اینجا؟ ساده ساختیم. حالا میریم دقت بکنین به طرف ای دو دانه سوال دیگه. ای دو دانه سوال دیگه هم به مرقم شباهت داره. همیشه گفتیم آیا دیدی جذر چی قبولش کو؟ جذر منفی 1 قبولش کو. خیال من نشته میکنم که 32 ره، نشته میکنم که آی، خب ببخشین، جذر منفی 1 سیست کل به توان 32. خیمه ای ریتر هم نشته کرده، میتونم که منفی 1 کل به توان 32 سیست. درجه جذر در اینجا چی است؟ 2 است. قلم سرخ کار میگیرم، متوجه شو نکته را. 2 1 2 2 1 2 2 6 2 12. درجه جذر که 1 شد، جذر چی شده؟ در حقیقت از بین رفته. خیلی حال کار دیگه که اینجا میکنی چی است؟ که نشته میکنی که منفی 1 کل به توان چی ماند؟ باقی 16. یک عدد منفی با نمای جفت حاصلش چی است؟ مثبت است. خیلی پس مثبت 1 به هر نما، پس خود 1 است که جواب مثبت 1 جواب آخری است. از یک عدد موهومی تبدیل به یک عدد چی شد؟ طبیعی یا حقیقی شد. میریم سوال دیگر دقت کو، یا هم بسیار خوبش است. باز هم جذر آی به توان 2020 سوالی که امسال داشت قرار داریم، جالب است. خواه جذر منفی 1 کل به توان 2020 نشتش کو. اگر دیدی که قابلیت اختصار نداشت، نه مثل که دی اینجا قابلیت اختصار نداشت، نه ما چی کردم؟ اکی را اختصار کردم، یک رقم اختصار کردم، جدا جدا نشتش کردم، یک رقم جدا نشتش که قابل اختصار باشه. اینجا دیگه قابل اختصار است، هیچ حاجت جدا نشته کردن نیست. درجه جذر 2 1 2 2 1 2 2 0 بالا 1 2 2 با 0 بالا. خیلی در نهایت چند مان؟ منفی 1 کل به توان 1010. یک عدد جفت از بنمای یک عدد منفی با نمای جفت، حاصلش حتما چی میشه؟ مثبت میشه. 1 به هر نما، پس خودمو 1 بدبخت است که نه چیز زیاد کردی دیگه چه نه چیز کم. 141 اینو چطور کار میکنی؟ خب نشته میکنم منفی 1 کل به توان 141 مکمل تحت چی؟ تحت جذر. گفتیم آیا میشه چی است؟ منفی 1 است. خب حال میبینی که دو چی نمیشه؟ اختصار نمیشه. این حالا وقت از اونمو کارک است، نشته میکنی که جذر منفی 1 ضرب در منفی 1 کل به توان ایجا 141 بود، 1 تو ایجا رفت، چند دیگهش موند؟ 140 دانه دیگهش موند. ای دیگه رخ پس آی نشته کو، این همه پس آی نشته کردم ضرب در. ای قسمت دیگه را چی میکنی؟ اختصارش میکنی 1 2 2
هفدو چهارده صفرش بالا میشه منفی یک کل به توان هفتاد. خی آی خودش باشه منفی با نمای جفت است مثبت میشه ضرب یک. یک ضرب در آی پس خود آی است جواب نهایی ازی بدست آمد. سوال پنجم دقت بکو من چی میکنم؟ نشته میکنم که در جای جذر چهار نشته میکنم منفی یک ضرب در جذر منفی یک جذر ضرب در چهار. منفی یک خود جاش آی نشته میکنم این آی جذر چهار هم میشه دو آی ضرب دو میشه دو آی جواب نهایی. خلاص سوال دیگر متوجه شو این سوال هم زیاد جالب است. جذر چهارم منفی 81 این نشته میکنم جذر چهارم منفی یک خودش باشه ضرب در جذر چهارم 81. مرحله دیگه جذر چهارم منفی یک خودش باشه ضرب در خا این کار میکنم در جای 81 نشته میکنم 3 به توان 4 3 به توان 4 پس 81 است. درجه جذر که نمای عدد چی میشه؟ خلاص میشه. حال اینجا چی ماند؟ 3 ضرب در جذر 4 منفی 1 3 خودش باشه در جای چیز نشته میکنم جذر 4 نشته میکنم جذر جذر چون دو دو پس 4 میشه نی؟ منفی 1 خودش هم میمونم دو دو پس اینه 4 میشه. نه چیزی زیاد کردیم نه چیزی کم کمی نقطه را فراموش نکنی. خواه حالا میرم یک مرحله بعدی کار که میکنم ای است که نشته میکنم سه خودش باشه اینی داخلک اینی قسمت جذر منفی یک است آیا ما در جایش نشته کرده نمیتونم آی اینی جذر بیرونیت خودش باشه در جای دیام چی نشته کو آی نشته کو جواب نهایی ازی سوال بدست نه. سوال هفتم دقت کو سوال هفتم هم زیاد جالب است. خواه منفی یک ضرب در جذر یک بر صد نشتهش میکنم منفی یک خویات دارید در جایش آیبان جذر یک پس خود یک از جذر صد هم پس ده است. خیلی پس یک بر ده آی یا آی بر ده هم میتونی جواب نهایی تا بنویسی. سوال دیگر دقت کو منفی یک جذرش ضرب در جذر 169 بر 144 جذر منفی یک آی است 169 ما 13 مربع میشه نه 13 ضرب 13 13 13 ما 169 و دیگه هم 12 12 ما 144 که 13 بر 12 آی یا 13 آی بر 12 جواب آخری از این سوال است. امید که فهمیده باشین تا این قسمت میریم. دوستای عزیز آل اعداد مختلط هم میخوانیم. اعداد مختلط چی است؟ خب کلمه مختلط مکس هم میگن سیز مکس مکس مثلا خودت میگیری آرده همراه با فرزن برنج یک جای میکنی آرده که کد برنج یک جای کردی تو چی ساختی؟ یک چیز مختلط ساختی. یا یک دانشمند که چند وقت پیش ما چیزش سهل کرده بودم مستندش سهل کرده بودم یادم گرفته بود دو دانه گوسفنداره نسلایش با هم دیگر چی کرده بود؟ یک جای کرده بود یک نسل گوسفنده یک نسل گوسفنده هم مثلا نسل گوسفند آسیا را گرفته بود که نسل گوسفند فرض مثال امریکا یک جای کرده بود. خواه یک ذره تصویر ها و رسمای من خراب است. یک حیوان جدید اینجا یادم به وجود آورده بود که هم خودش به ذات خود چی است؟ یک چیز مختلط است. به هر صورت مختلط حالا فهمیدی دو چیزی که کرده یکی دیگه مکس شون. خوان حالا در عدد مختلط چه رقم یک عدد است؟ اگر یک عدد این اینجا پشوریش مساوی نشته میکنم و او رو به رنگ سرخ که مهم است. اگر یک عدد حقیقی جمع شوه یا یک جای شوه همراه با یک عدد موهومی فقط و فقط چی رو میسازه بر تو یک عدد مختلط هم میسازه یعنی یک عدد مکس هم میسازه. خواه تعریف ریاضیکیش چی است؟ مختلط به انگلیسی چی میگنشه؟ کمپلکس میگن کمپلکس کمپلکس مختلط میشه یعنی چیزی که مکس باشه دیگه. خواه سه تعداد مختلط به حرف سی نشان میده که از کمپلکس گرفته شده مساوی از به سه تا از اعداد A, I جمع B در صورت که A و B شامل اعداد حقیقی و I شانم مساوی به جذر چی باشه؟ منفی یک.
در حقیقت اونمو گپایست که ما در گذشته چی کرده بودیم؟ خوانده بودیم. خیر است، من کمک توضیحات دگام میتوم. اگر ما داشته باشم، دقت کو به طرف قلم، اگر ما داشته باشم سه جمع دو آی، آیا اینت یک شکل نداره؟ ای جمع بیره؟ بله، شکل ای جمع بیره داره. ایش چی است؟ سه است. آیا سه در شامل ادا حقیقی است؟ بله است. دویش قسمت بیش است. صحیح است؟ آیا بی هم شامل اعداد حقی نیست؟ ای سه و دو اردویشان شامل چی هستن؟ اعداد حقی هستن. آیا اونم آیشان جذر منفی یک نیست؟ آخه آیشان هم چی هست؟ جذر منفی یک است. خیلی هیچ مشکل موجود نیست. یا یک مثال دیگه، اگر داشته باشم دو آی منفی یک بر سه، خب بازم دو و یک بر سه چی هستن؟ عددهایی هستن که تمامشان در اعداد حقیقی شامل هستن. و آیا هم کلگی میفهمه چی هستن؟ جذر منفی یک است. به هر صورتش دیگه حال شناختی اعداد مختلط، فقط اعداد حقیقی و موهومی رو یک جای کنی، یک عدد مختلط هم میتونی، یک عدد میکس است عدد مختلط. خب حالا میریم دوستای عزیز عملیه های چارگانه را پیش ازی که بخوانیم، ما یک چند موضوع او را ما باید بر شما چی بکنم؟ یک تشریح بکنم که او خیلی مهم است. در این نقطه باید یادآور از شوام. اینجا را خیلی پاک میکنم. خواهی نکته که مهم است چی است؟ چند گپ داریم، ایره تو باید بیاد داشته باشی، ایره از صدق دل در ذهنت بگی. یکی معکوس جمعی است، یکی معکوس ضربی است و دیگه هم مزدوج است. مزدوج. خب معکوس جمعی چی معنا داره؟ یک دانه عدد موهومی رو برای خودت داده، سه جمع دو آی. معکوس جمعی از این سه جمع دو آی چی میشه؟ یک منفی ضربش بکو. سه جمع دو آی ضربش یک دانه منفی بکو. چی میشه؟ منفی سه منفی دو آی. اگر داشته باشی چار منفی شش آی، معکوس جمعی ازی چی است؟ که یک منفی رو گفتیم چی بکنی؟ ضربش بکنی. خب پس میشه منفی چار مثبت شش، منفی رو داخل ضرب کنم. فقط دو کلمه است. معکوس جمعی چی است؟ اونمو عدد موهومی است، موهومی یا مختلط است که ضرب یک چی شده باشه؟ یک منفی شده باشه. خلاص دیگه چیزی نداره. معکوس ضربی چی است؟ اگر یک عدد موهومی داشته باشی سه جمع دو آی، معکوس ضربیش چی است؟ یک بر اونمو عدد. خلاص. اگر داشته باشی فرض مثال، این مثال پیشتر میتونم، سه منفی شش آی، معکوس ضربی زیر اگر بخوای پیدا بکنی فقط اینه میره در کجا رایی کو؟ چار منفی شش آی. اینه می چی است؟ معکوس ضربی عزیز. حالا یک گفت دیگر دقت بکو و او گفت همی است که یه وقتی که در مخرج روی کردی در حقیقت یک جذر است، نه اینمی آی یک جذر است. بزیر اتمن چی هم بکو؟ ناطق سازی هم بکو، باز بگو که این چی است؟ معکوس ضربیش است. که از پیشت چی نشه؟ فراموش نشه. اینجا باید ایره ضرب چی بکنی؟ عامل ناطق سازیش بکنی، چون جذر در مخرج است. هیچ رواج نیست که جذر در کجا الابتن؟ در مخرج الابتن. و دیگه مزدوج اگر داشته باشیم چار منفی سه آی، مزدوجش چی میشه؟ فقط علامه وسطش تغییر بده. عامل ناطق سازی وارز دیگه، عامل ناطق سازی. اگر فرض مثال بر خودت رایی کرد که گفت فرض مثال نشتک و مزدوج فرض مثال A منفی B آیا، چی میکنی؟ فقط اینمی علامه وسط از یاره چی میکنی؟ تغییر میتی که در حقیقت چیش پیدا میشه؟ مزدوجش پیدا میشه و غیره. خویی که ایگه پا در کجا به درد ما میخوره؟ ایره باز سوالات انشالله تعالی خواد کار کردیم. خب میریم اک به طرف عملیه های جمع و تفریق اعداد موهومی. دقت بکو، جمع و تفریق اعداد موهومی فقط تو اگر شروع الجبر فهمیده باشی این درس دیگه بیخی برات اوار ساده است. فقط چی میکنی؟ حدود مشابه را با هم جمع
و تفریق میکنی. ای دیگه چیز نداره. اینه سه آی جمع دو آی، از آیا یکی رو بگی سه آی جمع دو آی پنج آی. پنج سه دانه نفر جمع دو دانه نفر طبعا پنج دانه نفر میشه تگیر کلگی میفهمه دیگهش. یا ما موتور ساده است، هیچ سختی نداره، مشکل هم نداره. ایره چطور کار میکنی؟ افت آی منفی دو آی چند آی شد؟ پنج دانه آی دیگه. پنج آی جمع سه آی میشه هشت آی. جواب آخرش. دیگه سوال دقت کو، سه آی جمع افت آی، علامه بیرون مثبت است، مثبت داخل ضرب شود، سه آی منفی افت آی مثبت داخل ضرب شود میشه نو منفی آی. خب انال میبینی، خوب دقت بکو که اینی قسمت باش که تر نشان بتم، اینی که از اینی و از اینی چی از حدود مشابه استن. خب پس چی میکنی؟ ساده شان میکنی. این دیگه حدود مشابه نیست، این دیگه کوشکک بانش سه آی خودش باشه منفی، از علامه های مشابه یکی نمیگیرم میشه منفی اشت آی. یک کم دیگه هم سادهش بکنم، علامه از عدد بزرگ میشه منفی، از اشت که سه بره چند میمونه؟ پنج دیگه میمونه، منفی پنج آی جمع نوی دیگه. این زدی چی کردی؟ جمعش کردی. باید داشته باش که اینی یک عدد موهومیست، چون فقط قسمت موهومی داره، و اینی چی است؟ یک عدد ببخشین، اینی یک دانه عدد چی است؟ مختلط است، هم قسمت حقیقی داره هم قسمت موهومی. که یادت نره دیگه، من یاره تشته کردم دیگه، سخت نیست. بر صورت دیگه سوال دقت بکو، دوازده آی به توان دو. خب ایره چطور کنم؟ دوازده را خیلی خود شبان در جای آی منفی یک بان، کل به توان دو منفی سه را خود شبان در جای آی چی میمانم؟ در جای آی منفی یک جذرش کل به توان چی میمونم؟ چار منفی چارده آی. خواهیزی بیشتر دست داده نمیتونم، جمع یکم خودش باشه. مرحله بعدی دوازده خودش باشه، اینی مربگک کده جذر چی میشه؟ خلاص میشه چی میمونه؟ منفی یک منفی. خب درجه جذر اینجا چند است؟ دو سی یک دو 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 چهار. خب پس چی مان؟ سه مان منفی مان، یعنی خود منفی سه خودش باشه منفی یک، کل به توان چی میشه؟ دو میشه. منفی یک کل به توان چی میشه؟ دو میشه. منفی چارده آیا خودش هم میمونم؟ جمع یک. یار دیگه دست نمیزنم. کار بعدی که میکنی از این به بعد چی هست؟ مثبت ضرب منفی، منفی دوازده میشه منفی یک مربعش هم مثبت یک میشه، یک ضرب در منفی سه، پس خود منفی سه منفی چارده آی جمع یک. میبینی که اینیا که یکی دیگه چی هستن؟ حدود مشابه هستن. اینه میاره چی که یکی دیگه ساده بساز، منفی 14 آی خودش باشه از این بهش ساده نمیشه، منفی 12 و منفی 3 میشه منفی 15، از منفی 15 که یک دانه یک بره میشه منفی 14 که جواب آخری از این سوال است. میریم به طرف سوال دیگه. سوال پنج تو دقت بکو، سوال پنج چطور کار میکنی؟ سه خودش باشه در جای آی چی میمانم؟ منفی یک کل به توان دو میمانم. گفتم آی همیشه دیدی مساوی به چی قبولش میکنی؟ جذر منفی یک، یکی و خلاص. خواه منفی افت در جای باز چیز چی میمانم؟ منفی یک میمانم، جذر منفی یک جمع دوازده جذر منفی یک کل و توان چی میشه؟ پنج جمع یک بر دو آی جمع دوی دیگه. دیگه مرحلش سه مربع هم را با جذر خلاص چی میمونه؟ منفی یک منفی افت خودش باشه، ایرام در جایش نشته میکنم منفی یک ضرب در منفی یک کل و توان دو که پس سه را بتا سیست هدف ما اونو موز که پس همون را ما با دست دارم. خواه در دیگه مرحله چی میکنم؟ این رو نشته میکنم که دوازده ضرب در جذر منفی یک ضرب در جذر منفی یک کل به توان چهار جمع یک بر دوی از آی جمع دوی دیگه. خب دیگه اینی گپا رو میفهمی که ما یارا چوری رقمی کردیم دیگه، ما زیاد تشریحش باز نمیکنم. منفی سه خواه مربع کت جذر خلاص، اینی جا را پس در جایش مجبور استی آی بانی دیگه را نیست منفی. خب اینی قسمت منفی یکی ده اینجا داشتی، اینی منفی که از این منفی ضرب میشه چی میشه؟ مثبت. اینی هفت خودش باشه و اینی جذر منفی یک هم چی در جایش نشته کردی؟ آی. خواه اینی جا یک دو 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 چهار، یک عدد منفی با نمای جفت است، اینی قسمت مکمل چی شده؟ مثبت یک شد، مثبت یک ضرب در دوازده پس میشه مثبت دوازده، اینی را هم در جایش پس چی نشته میکنم؟ آی.
این عدد جوش آی نشته کردم. جمع این جمع یک بر دو آیا خو کدش غلط نداری، جمع دوی دیگه. حالا میری حدود مشابه را پیدا میکنی، اینی قسمت که در اینی قسمت حدود مشابه است، علامه از بزرگ منفی از سه که دو بره میمانه یک. هفت آی جمع دوازده آی جمع نیم آی، هفت دوازده میشه نوزده آی، نوزده آی جمع نیم آی میشه نوزده و نیم آی، که جواب آخر از این سوال بدست نه. خب بریم به طرف سوال، بریم به طرف سوال ششم. سوال ششم دقت بکو، باز هم حدود مشابه استن. یک اسرار ساده کو باز که دیگه چیشان کو تفریقشان کو. سه دو شش یک میشه هفت بر دو آی، منفی دو دو چار یک میشه پنج بر دو آی. مخرجا که دیگه دیگه مساوی است، بیا مشترک بی هفت آی منفی پنج آی. از هفت آی که پنج آی بره حدود مشابه است نی، دو آی میمانه، دو آی بر دو، دو هم که دو خلاص میشه چی میمانه؟ آی تنها. سوال جواب آخرش. سوال هفتم دقت بکو، دو آی منفی سه منفی پنج آی، علامه منفی رو داخل ضرب میکنی. خب منفی ضرب منفی مثبت آی مربع منفی چار. ساده ترش میسازی، دو آی منفی سه منفی پنج آی جمع آی مربع ما میشه منفی یک جذر دومش منفی چار. مرحله بعدی مربع کده جذر خلاص. خب اینیام کده از اینی حد مشابه است و یام کده از اینی حد مشابه. خب دو آی منفی پنج آی میشه منفی سه آی. خب منفی سه را هم خودش همه ایمانم خیر است، منفی چار هم خودش همه ایمانم، اینی چی شد؟ منفی یک دیگه شد. در نهایت منفی سه آی از علامه های مشابه یکی، یک و سه چار 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 ما میشه منفی هشت. جواب آخری از این سوال، سوال هشت دقت کو، بسیار ساده است. منفی دو آی به توان سه نشتش میکنم منفی یک زر در منفی یک کل مربع، منفی ضرب از این منفی میشه مثبت سه آی و منفی ضرب از این منفی هم میشه مثبت چار آی به توان چار. آل مرحله بعدی اینی قسمت چی گفتیم؟ آی گفتیم، مربع کده جذر خلاص میشه منفی دو آی، یک دونه منفی یک هم از دو قسمت آمد جمع سه آی جمع. خواه در جای چار هم نشته میکنم که جذر منفی یک کل به توان چی؟ چار. آل منفی ضرب منفی ما میشه مثبت دو آی جمع سه آی. خواه جمع چهار خودش باشه یک دو 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 دوی ما میشه چهار، یک عدد منفی با نمای جفت است پس مثبت میشه که یک چهار چهار ما پس چهار است. دو آی جمع سه آی پنج آی جمع چهار جواب نهایی عزیز. سوال نو رو دقت بکو، سوال نو سه آی جمع پنج خودش جمع دوازده را که ضرب ما بکنم اک امی علامه مثبت را ببخشین اگر داخل ضرب بکنم میشه دوازده آی منفی یک بر دو جمع چهار، ایچ علامه رو چیز تغییر نمیتنی، بجای ازی منفی یک و بجای ازی هم منفی یک کل مربع. حال مرحله دیگه چی میکنی؟ سه آی خواب یک که ساده سازی کنیمش گمشکو، سه آی جمع دوازده آی میشه پانزه آی. خواب اینی پنج که در زینی یک بر دو اگه ساده شوه پنج دو ده، از ده که یک بره میمانه نوی بر دو. خواه اینال اینجا چی ماندک؟ اینی قسمت اخباز در جایش آی نشته میکنی، نشته میکنم جمع چار آی جمع چار آی، این دگام عدد منفی بود با نمای جفت پس مثبت شد، نه چیز زیاد نه چیز کم شده. پانزه جمع چار ما میشه نوزده آی منفی نوی بر دو، جواب نهایی ازی سوال است. سوال در دقت کو، اینی نو ام از دو است ام از اینی آی است، نشته میکنم منفی دو کل به توان نو ضرب در آی به توان نو کل به توان نو منفی مثبت سه منفی پنج. خا در جای جز آی به توان چار هم نشته میکنم چی؟ نشته میکنم که منفی یک کل به توان چهار، بیرون هم توان چهار هم ایتم جمع آی دیگه. حالا میرم مرحله دیگه کار که میکنم چی است؟ نشته میکنم که خواه یک عدد منفی با نمای تاق پس منفی است، دو به توان نوی ما میشه پنج سده دوازده، نو نوی ما میشه اشتاد و یک،
نوشته میکنم آی بتوان 81 منفی خا مثبت 3 خودش باشه منفی 5 هم خودش باشه ایره در جایش منفی 1 آن کل خا خب یک یک کار دیگه کنیم 1 2 2 2 2 ما میشه 4 3 خدا کنه معلوم شه 2 2 4 خا اینجا چی ماند باش که تر نشتش کنم 1 2 2 2 2 4 میشه منفی 1 به نمای جفت پس مثبت است 1 ضرب در 5 ما پس خود 5 میشه که کل بتوان چی میشه 4 جمع 1 دونه آی دیگه خا منفی 5 12 خودش باشه ای دیگر نشته میکنم که منفی 1 ضرب در جذر منفی 1 کل بتوان 1 شون جرف 80 دیگه ماند سیسته منفی از 1 5 برم میمونم منفی 2 کل بتوان 4 جمع آی دیگه باش که انوانه ای طرف رایی کنیم تو بیا به چشی سون آفرین خواه حالا میریم نشته میکنم منفی 500 منفی 512 در جای زینی آی نشته میکنم این آی و در جای زو 1 2 2 4 2 8 صفرش پس بالا یک عدد منفی با نمای جفت است پس مثبت میشه یک ضرب آی پس خود آی است خا من خا یک عدد منفی خودش باشه یک عدد منفی با نمای جفت پس مثبت است 2 به توان 4 ما میشه 16 جمع آی دیگه منفی 512 باش که غلط کردم منفی 512 آی خودش باشه یا را که ضرب کنی پس هموس نه خا منفی 16 جمع آی دیگه خب 512 آی که ازش یک دانه آی برم میشه منفی 511 آی منفی 16 جواب نهایی ازی سوال است خب آل فهمیدیم جمع تفریق اعداد موهومی و مختلطه میریم آل سر عنوان دیگه خب ضرب اعداد موهومی و مختلط ضرب زیاد بسیار ساده است فقط مثل مسابق عدده ضرب عدد میکنی علامه را ضرب علامه میکنی و اونم آی هم ضرب آی میکنی هرچی جواب شد دقت کو 2 3 ما میشه 6 مثبت ضرب منفی ما میشه منفی آی ضرب آی هم میشه آی مربع گفتیم آی اگر نما پیدا کرد باید دو دیگه ساده شود تلاش نته خیلی پس منفی 1 کل مربع میشه نشته میکنم منفی 6 خودش باشه مربع کرده جذر خلاص چی میمونه؟ منفی 1 دیگه میمونه خیلی پس منفی ضرب منفی مام چی میشه؟ مثبت میشه شش جواب آخرش است دیگه سوال دقت بکو خب مثبت ضرب زی منفی میشه منفی منفی ضرب مثبت پس منفی است 1 بر 2 ضرب 4 میشه 1 2 2 2 2 4 اینی دوم که دی دوی دیگه خلاص از عددام خلاص شدیم 1 شد آی ضرب در آی مکعب ضرب در آی از دیگه صحیح شد آی 1 و 3 4 4 1 ما میشه 5 اما تلاش کنم نه ساده ترش میکنم منفی 1 منفی 1 جذرش ضرب در جذر منفی 1 کل بتوانه 5 دانه است نه یکیش اینجا رفت 4 دانه دیگه مان خیلی نشته میکنی منفی 1 خودش باشه اینی قسمت دیگه ما بهش ساده کردن نمیتونم پس مجبور در جایش آی نشته کنم این خیلی پس آی در جای از 1 2 2 2 2 ما میشه 4 خیلی نشته میکنیم منفی 1 کل بتوان 2 در نهایت کار که ایجا میکنیم بعد از این چی میشه منفی 1 زر خوابه یکی تو نشتش کنیم منفی 1 زر در آی خود آی میشه منفی 1 مام که مربع شد پس خود 1 میشه که اینمی مثبت 1 اگر زر بزیاد شد ایچیار تغییر نمیتونه منفی آی جواب آخر از این سوال است سه هم متوجه باشی هم بسیار ساده است خب یک اشاریه دو در جاش من منفی 12 بر 10 نشته میتونم نه خب یا به یک کار دیگه میکنیم از این که ساده تر یک دانه صفر یک خانه اشاری رو چی میکنه از بین میبره 1 4 4 3 4 ما 12 خب دیگه چیز نمانده 3 ضرب 10 میشه 30 30 ضرب در 3 ما میشه 90 علامه منفی است 90 آی ضرب در 1 تا آی دیگه اونجا دیگه آی نیست فکرت باشه میشه آی به توان 4 سیز مثبت ضرب منفی 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 ضرب مثبت باز پس منفی است یعنی قسمت ها مونه بس سادگی چی کردم 1 0 شکل اشاری خلاص کردم 1 4 3 4 12 3 ما 9 9 ده ما 90 آی به توان 4 منفی 90 منفی 1 جذرش ضرب در منفی 1 دیگه را
چو خو ایت دیگه نمیکنی چون خودش عیار است دیگه. اگر نمایش عیار نبود بازور جدا جدا میشد. حالا براحتی اختصار میشه یک دو 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 چهار میشه منفی 90 منفی 1 کل مربع. ای پس مثبت میشه، مثبت ضرب منفی 90 پس میشه منفی 90. باید داشته باشی که اگر تو یک حالت بود که فرض مثال باشه آی به توان سه، ای دیگه اختصار نمیشه، نه منفی 1 کل به توان سه اختصار نمیشه، از او خاطر منفی 1 ضرب در منفی 1 کل به توان دو نشته میکنی که ای با ای خلاص شه، که جذر منفی 1 چی قبول کردیم آی و منفی 1 هم خودش باشه میشه منفی 1 ضرب در آی میشه منفی آی، که به این شکل جوابش نشته می کردیم که از پیشت غلط نشه او حالت با حالت. بر صورت اینی دو قسمت بازم مثل چیز میتونه نشته شه مثل مطابقت واره. مام خیز مخاطر چی میکنم مثل مطابقت نشتهش میکنم، نشته میکنیم خی دو هرچی است مربع منفی آی هرچی است مربع، دو مربع ما میشه چهار منفی آی مربع هم در جاش منفی یک کل مربع نشته میکنم، چهار منفی مربع با جذر خلاص میمونم منفی یک، چهار منفی ضرب منفی ما میشه مثبت یک، یک جمع چهار هم جوابش پنج است. سوال پنجم دقت کو، سوال پنجم به شکل مطابقت نیست، مجبور استی ضربش کنی. سه ضرب در دو میشه شش، آی ضرب آی آی مربع، دو آی ضرب در یک میشه پس خود دو آی، منفی یک ضرب در سه آی میشه منفی سه آی، و منفی یک ضرب در مثبت یک میشه پس منفی یک. شش خودش باشه آی برابر به توان منفی دو نشتش میکنیم، دو آی منفی سه آی میشه منفی آی دیگه منفی یک دیگه. مرحله بعد مربع با جذر خلاص میمونم منفی شش منفی آی منفی یک، اینی علامه منفی بود مثبت ضرب منفی منفی شد. از علامه های مشابه یکی شش و یک ما چی میشه هفت میشه منفی آی دیگه. سوال ششم دقت بکو، بسیار زیاد ساده است. مثبت ضرب منفی منفی یک ضرب دو خود دو آی به توان چی 81. ایره دیگه به این حال رها نکو، بیا سادهش کو، نشته میکنیم منفی دو در جای 81 نشته میکنم، در جای آی نشته میکنم منفی یک به توان جذر 81. حالا میبینیم 81 اختصار نمیشه، اما گپ بیشتر خی منفی یک ضرب در جذر منفی یک کل به توان 80 نشتهش میکنم. حال منفی دو خودش باشه در جای ازی خو آی نشته میکنی و در جای ازی هم یک چار دو دو چار دوی ما هشت صفرش بالا که میشه منفی یک کل به توان 40. حال مساوی منفی دو آی، اگر عدد منفی با نمای جفت چی میشه مثبت. این را که یک که باز ضرب ازی کنی پس خود ازی بدست نه. سوال دیگر را دقت بکو، اینی قسمت در حالت ضرب هستن یا اول اینی دیدانه را ضرب میکنم، سیس ای دانه را که ضرب کردم باز داخل آیا کتشان ضرب میکنم. خیلی پس سه ضرب در یک پس خود سه، سه ضرب در سه بر دو آی سه سه ما نوی بر دو آی میشه، نوبت عزیز منفی یک بر دوی از آی منفی یک بر دوی از آی ضرب آی میشه آی مربع. اها یک لحظه اینی را ضرب زیال میکنیم نی، یک ضرب سه ما میشه خود سه، دو ضرب در دو میشه چهار، آی ضرب آی میشه آی مربع. سه ای دو دانه رو ضرب کردم یک دانه آی بیرونی چی شده باقی مانده. حالا میریم ساده ترش میکنیم، باشی نقطه رو پاک کنم. خب به خاطر که ساده بسازیش ازی بیشتر نشته میکنیم مساوی به خب سه جمع نوی بر دو آی خودش باشه. بیا که ساده تر بسازیم، میاره اینی دو دانه مخرجایشان مشترک است نه، از نو آی که یک آی بره میمونه هشت بر دو آی، هشت بر دو آی منفی سه بر چهار خودش باشه. آی مربع هم که ساده شده میشه چی منفی یک دیگه، زیاد تشریح و توضیح نشتش نمی کنم. آی هم خودش باشه مساوی است و خا خا آل سه جمع یک دو دو چهار دوی ما میشه هشت، چهار آی سه جمع چهار آی منفی ضرب زینی منفی پس میشه مثبت سه بر چهار و خا خا اینی قسمت هم یک دانه آی مانده بود. حالا میریم چهار آی خودش باشه، اینی که دزی حد مشابه است نه، نشته میکنم چهار سه دوازده، دوازده و سه ما میشه پانزه بر چهار، اینجا هم یک دانه آی بود، در بیرون هم یک دانه آی است. این حالی ای آی دیگر هم ضرب کو
آیه دیگر را که ضرب کنم، این یا یک بار ضرب زی میشه و یک بار دیگه هم ضرب زی دیگه. خب 4 ضرب در آی میشه 4 آی مربع. مثبت ضرب مثبت پس میشه مثبت 15 بر 4 آی دیگه. خب 4 خودش باشه، بازم آی مربع ما مساوی به منفی 1 است. چرا آی مربع مساوی به منفی 1 است؟ چون منفی 1 مربع مربع جذر خلاص منفی 1 میشه. از او خاطر ما دیگه تیز حال کار میکنیم چون حال بلد شدیم. خب جمع 15 بر 4 آی مثبت ضرب منفی منفی 4 جمع 15 بر 4 آی. جواب چی شد عزیز؟ نهایی عزیز. خب سوال هفته کار کرده بودیم، حالا میریم سر سوال 8. سوال 8 دقت کو یار چطور کار میکنی؟ بازم عدد را ضرب کو. خب دالت اول علامه را بیا ضرب میکنیم. مثبت ضرب منفی 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 ضرب مثبت پس میشه منفی 1 2 2 3 2 6. 3 هم که دیدی 3 بدبخت خلاص. چی آلمان؟ اینی جذر ضرب ازی جذر میشه جذر از اینی آی ضرب در جذر از اینی آی دیگه و یک دونه آی هم دینی بیرون داریم نه. نشته خیلی میکنم که منفی خودش باشه، از جذرهای مشترک یکی رو میگیریم آی ضرب آی آی مربع و یک دونه آی هم دا بیرون دارم مربع که جذر خلاص میشه منفی یک دونه آی دی اینجا موند، یک دونه آی هم دو اونجا داشتیم سیس، یکی که اینجا داشتیم اینه، یکی هم که اینه ازیجا به دست آمد اینه. خب باز منفی خودش باشه آی ضرب آی میشه آی مربع. خب آل علامه منفی را خودش هم میمونی آی مربع را ساده میکنی میشه جذر منفی یک کل به توان دو. بر صورت منفی خودش باشه مربع هم که جذر خلاص یک منفی از بیرون داشتی این منفی بیرونت و منفی یک تام اون از داخل جذر به دست آورد. منفی ضرب منفی ما میشه مثبت یک. جواب آخرش سلامش هم نتی پروا نداره میشه. سوال نور دقت کو. خب دو دو چهار جذر الجذر است نه، جذر چهارم آی به توان چهارو چقدر خوبش. خب اینی قسمت هم دو جذر آی خودش باشه جذر آی امی درجه جذر که خودم نمای عدد خلاص اینیجا آی ماند ضرب در دو جذر آی دیگه. دو جذر آی ضرب در آی میشه مساوی به دو آی جذر آی دیگه سیس دیگه دیگه ازی بیشتر دیگه ساده نمیشه. خب دوستای عزیز حالا میریم سر عملی تقسیم اعداد موهومی و اعداد مختلط. قبل از اینکه تشریح بکنیم فقط چند موضوع رو باید داشته باش که اینمی آی مساوی به جذر منفی یک است. اگر جذر در مخرج برابر شد تو باید چی بکنی؟ شه ناطق سازی بکنی یا مزدوجش را ضربش بکنی. خیلی باید داشته باشی خیر از ده سوال هم باز کار میکنیم ناطق سازی رو بیاز یاد هم داری. خب بازم بختر یاد آوری. به هر صورتش سوال ها را دقت بکنین. خب 3 آی تقسیم 2 آی کسری اگر نشتش کنم پروا نداره. 3 آی بر 2 آی 3 بر 2 خودش باشه آی بدبخت که ده آی دیگه خلاص جوابش 3 بر 2 یا 1.5 میشه. سوال 2 خب 1 بر 2 آی و 1 بر 4 آی گفته تقسیم کو. 1 بر 2 1 سه 1 بر 2 آی تقسیم 1 بر 4 از آی مساوی به 1 2 2 1 میشه 3 بر 2 از آی بر 1 بر 4 از آی. آی که آی خلاص میشه دور با دور نزدیک با نزدیک. 3 4 ما میشه 12 و 1 2 2 ما میشه 2. 1 2 2 6 2 ما 12. جواب درست ما چی است؟ 6 است. سوال 3 را دقت کن. سوال 3 12 آی تقسیم 5 به شکل کسری نشتهش میکنم 12 آی تقسیم 5 یعنی جوابت است. اگر خواستی یک کمک کلانکاری کنی بگی 12 بر 5 و اشاری تبدیل کن 2 5 10 میمونه 2 دیگه اشاری یک دونه 0 بته 4 5 ما میشه 20 که چند دقیقه میمونه چیز نه میمونه میتونید جوش نشته کنید 2.4 آی خلاص. سوال 4 دقت کو. دالت ضرب قرار دارن بی خین دو دانه بدبخت چی کو ضرب کو 3 5 ما میشه 15 آی ضرب آی آی مربع بر 10 آی. چی میکنم مرحله بعدی؟ این یک دونه آی که یک تا آی دیگه خلاص 2 5 10 3 5 15 میشه 3 بر 2 از آی. جواب آخرت.
خواه سوال دیگر دقت کو، یکان شاگرد ها میبیند دیگه استاد حل نداره ازی پیش نمیرم. چرا پیش نمیدید؟ اینجا ما بر تو تشتی کردم، گفتم در مخرج جذر باشه باید چی شه ناطق سازی شه. خیلی اینجا هم در مخرج در حقیقت یک تا جذر است، ایره باید چی بسازی ناطق سازی. خیلی پس نشته میکنیم که جذر یکان تا میگیره سه آی و سه آی ضرب میکنه یا هم پروانه داره ای سه دیگه هیچ اینجا کدام کار کلان نمیکنه، فقط خیلی امو جذر بخطر از بین ببری بهترین مزدوجش چی است اونمو آی آی است. بر صورت دو ضرب آی میشه دو آی و سه ضرب آی میشه سه آی مربع. دو آی خودش بگذار، سه آی مربع ما همیشه مساوی به چی میشه؟ منفی یک. حالا اگر سادش کنیم میشه دو آی بر مثبت ضرب منفی منفی سه، مثبت تقسیم منفی منفی دوی بر سه آی، جواب آخری از این سوال است. سوال پنج کار کردیم، شش سوال برش متوجه باش. شش خو ازی که بیشتر پیش میتونیم رفته آیا کمک انت یک کار کرده میتونی سی آی تقسیم ده علامه منفی است، این تو هم چی بگذار؟ منفی بگذار پنج بر ده. خو یک ده ده سه ده سی چی میمانه؟ سی آی یک پنج پنج دو پنج ده منفی یک بر دو، جواب آخر است. سوال دیگر دقت کو، بختر حل کردن از این سوال باز هم در جذر چی است؟ ده مخرج است. باید خیلی پس چی شوه؟ اینجا ناطق سازی شوه. اگر ناطق سازی نکنی مشکل از حل ازی. یا یک طریقه دیگه وجود داره، خیر سر دو طریقه را زود کار میکنیم. یک طریقه ای است مخرج ها را جدا کو، چار آی بر سه آی جمع دوی بر سه آی، آی با آی خلاص، چار بر سه جمع. به اینجا باز بگی چیز کو ناطق سازی کو، آی بر آی ضرب میکنم دو آی بر سه آی مربی ما پس چی میشه؟ منفی یک. نشته میکنم خیلی چهار بر سه جمع دو آی بر منفی سه، گیر ساده بسازی چی میشه؟ چهار بر سه، اینی مثبت تقسیم منفی، اینی مثبت از دوست نه، در حقیقت مثبت تقسیم منفی میشه منفی دو آی بر سه، که اگر مخرج مشترک بگیری چهار منفی دو آی بر سه جواب نهاییش است. میرم طریقه دیگه برد کار میکنم. این خود طریقه اول بود، صحیح؟ طریقه اول. حالا میرم طریقه دو برد کار میکنم. طریقه دو چه قسم کار میشه؟ چهار آی جمع دو بر سه آی، هم صورت ضرب آی کو هم مخرجه. چهار آی مربع جمع دو آی بر سه آی مربع میشه ده مخرج حاصل، مساویس. مرحله بعد چی کار میکنیم؟ باش محکمه کی را زوم کنم که به وضاحت دیده شه. خواه مرحله بعدی کار که میکنیم آی مربع مساوی به منفی یک است، در جایش منفی یک میمانم. آی مربع بازم منفی یک است، در جایش منفی یک میمانم. جمع دو آی مساوی از بر. خب چهار ضرب در منفی یک میشه منفی چهار جمع دو آی بر منفی سه، یک تا منفی اگر مشترک بگیری میمونه چهار منفی دو آی بر منفی سه. حال مرحله دیگه منفی تقسیم منفی یا منفی با منفی خلاص، پس جوابش چی میشه؟ مثبت چهار منفی دو آی بر سه. این میبینی که از هر دو طریقه که من پیش برم عین جواب ها رو چی میکنم؟ حاصل میکنم. سوال را که کار کرده بودیم سوال هفتم بود، حالا میریم سوی سوال هشتم. خب حال دقت بکو به طرف سوال هشت، باز هم جذر در کجا قرار داره؟ در مخرج. باید توی چی بکنی؟ ساده سازی بکنی. خیلی آی منفی یک آی منفی یک دو آی منفی یک بر، خب میشه آی مربع منفی یک. ساده سازی دو آی منفی دو بر آی مربع میشه منفی یک منفی یک دو آی منفی دو بر، از علامه مشابه یکی میشه منفی دو. حالا اگر یک ساده سازی بکنی مخرج را جدا کنی دو آی بر دو آی بر منفی دو منفی دوی بر منفی دو. حالا میری ساده تر اگر بسازی شدی بیش
مثبت تقسیم منفی میشه، منفی دو که دو خلاص چی میمونه؟ یک تا آی، اینی منفی با این منفی پس چی میکنه خدا؟ مثبت دوم که دو خلاص جوابش چی میشه؟ یک میشه. سوال هشتم کار کردیم، حالا میریم سر سوال نهم. سوال نهم دقت بکو، حلش من اینجا اجرا میکنم. باز هم جذر در مخرج است، باید تو ناطق سازی کنی. دو جمع سه آی بر یک منفی دو آی ضرب یک جمع دو آی بر یک جمع دو آی. حال ساده سازی میکنیم، دو جمع سه آی یک جمع دو آی بر و مخرج هم ساده سازی بکنیم میشه یک مربع منفی دو دوی ما میشه چار و آی ضرب آی ما هم آی مربع که در جاش ما پس منفی یک میگذارم. خواهی را ضرب زو میکنم میشه دو و ضرب زو دیگه میکنم میشه چار آی. خا جمع مثبت ضرب مثبت مثبت سه آی ضرب در یک پس خود سه آی است. جمع دو سه ما شش آی ضرب آی آی مربع است که در جاش چی میگذارم؟ منفی یک. خا یک مربع ما پس میشه یک، منفی ضرب منفی میشه مثبت چهار. مرحله بعد خا اینی جا میشه منفی شش، منفی شش و دو میشه منفی چار، دو آی جمع چار آی جمع سه آی میشه هفت آی بر یک جمع چار من پس میشه پنج. که اینه می دیگه در حقیقت جواب آخر است، ازی پیش رفتن دیگه مشکل است. خواهی سوال دقت که گفته زید یک مساوی به زیست، زید دو مساوی به او، زید یک جمع نیم زید دو رو پیدا کنین. ساده است دیگه، کسی که در سای اول الجبر می فهمه زید یک اینجا داری دو جمع سه آی، بگیر جمعش بکو با نیم چنده از دو جمع چار آی. ساده از دیگه، دو جمع سه آی خودش باشه جمع، یک بر دور داخل ضرب میکنیم، دو که دو خلاص میشه یک میمانه جمع، مثبت ضرب مثبت پس مثبت است، باز مثبت ضرب مثبت باز مثبت است. خب یک دو 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 ما میشه چار دو آی. حال جمعش میکنی، یک جمع دو میشه سه و سه آی جمع دو آی هم میشه پنج آی. جواب آخر. سوال دیگر خوب دقت بکو، سوال دقت آخری میگم. سوال 11 گفته اگر ام مساوی به سه آی منفی دو باشد قیمت ام در سرش خطا دریافت کنید. متوجه باش اگر ام بود خو خودش است. خوب دقت کو، اگر ام در سرش خط بود بازی چی معنا داره؟ مزدوجش معنا داره. ما برای شما مزدوجا رو در بالا تشریح کرده بودم نه، که مزدوجا چی است. اینی جا ما بر شما تشریح کرده بودم که علامه وسط فقط چی میتی؟ تغییر میتی. حال اینجا ما چی میکنیم؟ عین کار اجرا میکنیم. خب پس ام خو مساوی به سه آی منفی دو بود، ام مزدوجش مساوی میشه به سه آی مثبت دو. اشتباه نکنی که اینی جواب چیش هست؟ جواب آخری چیست. اگر معکوس جمعیش هم میخواست باز منفی سه منفی دو چی میکردی؟ ضرب میکردی که منفی سه آی مثبت دو جوابش میشد معکوس جمعی. و معکوس ضربیش اینه میره چی میکردی؟ معکوس میکردی کال دی سوال از ما نخواسته، باختر که معکوس کرده بودی جذر در مخرج بود، باز باید یک ناطق سازی هم میکردی. بر صورت دیگه ای گپای است که در سوال از ما خواسته نشده بود. این همه قدر جواب نهایی از سوال چی میشه بعد از ما. سوال دیگر دقت کو. خب سوال دیگه بسیار ساده است، گفته اگر h مساوی به 7 منفی 2 آی باشه h ضرب h مزدوجش پیدا کنین. ساده است، خود h خود ما قیمت داریم که 7 منفی 2 آی است و h مزدوج علامه وسطش فقط تغییر میدیم مثبت 2 آی. یا ضرب کو ببین چی میشه. مطابقت است، خیلی نشته میکنم 7 مربع منفی 2 آی کل مربع، 7 مربع ما میشه 49 منفی 2 دی ما میشه 4 آی ضرب آی میشه خو آی مربع، آی مربع هم در جایش نشته میکنم منفی یک کل و توان دو. حال میریم ساده میکنیم 49 منفی 4. خب مربع با جذر خلاص میشه، اینجا منفی یک میشه. خب 49 منفی زر منفی میشه مثبت 4. 49 جمع 4 ما میشه 53 که جواب نهایی از سوال است. سوال 13 را به طرفش دقت کو، زید یک زید دو داده شده، گفتم مزدوجای شکل یک دیگه ضرب کو. خی من نشته میکنم زید یک مزدوجش علامه وسطش چی کو؟ تغییر بده یک منفی آی. و زید دو را ضرب کو علامه وسطش چی کو؟ تغییر بده
خی ما نوشته می کنم یک مثبت آی. ساده است، مطابقت است. نوشته می کنم آی یک مربع، آی گفتم یک مربع منفی آی مربع مساوی است یک مربع پس یک آی مربع پس منفی یک از جوابش یک منفی زر منفی مثبت یک جمع یک من پس میشه جوابش دو. سوال دیگر دقت بکو، گفته زید یک زید دو داده شده، اینی افاده را پیدا کنین. خی زید یک که ما پیدا بکنم دو جمع آی خو دو چنده ضرب دو چنده از زید دو که میشه نو منفی آی. خو آل اینی دوگه که خیر میمانم اینی جا دو جمع آی نو منفی آی صحیست دو خودش باشه دو نوی ما میشه هجده، این را ضربزی کردم باز ضربزی میکنم میشه منفی دو آی، نوبت عزیز میشه مثبت نو آی و این را نال ضربزی میکنم میشه منفی آی مربع. آل دو خودش باشه اجده من علامه از عدد بزرگ مثبت از نو که دو برم میمانه هفت آی منفی آی مربع هم که میشه منفی یک. آل ساده سازی میکنیم دو خودش باشه اجده مثبت هفت آی منفی زر منفی مثبت یک. ساده سازی دو هجده و یک میشه نوزده جمع هفت آی. ایره که ساده بسازی دو نوزده ما دو نو هجده رشتش یک آسل یک دو دو یک سه سی و هشت جمع دو هفته ما میشه چارده آی که جواب آخر ازی بعد است. من سوال های آخر کار بکنین دوستای ازی سوال های تمرینه، امید که باز مشکل ده اونا نداشته باشین، بازم مشکل بود ده کامنت ها از ما پرسان بکنین. شب و روزتان خوش، الله نگهدار.